سوالی هم که در پیش از این جلسه مطرح شد در این حوزه رابطه بود که بین مفهوم رفلکسیویتی و حالا کاهش اثر منفیش از طریق به کار بردن روش های پوزیتیویستی بود که به اون هم پاسخ میده. اولا به خود مفهوم رفلکسیویتی بپردازیم. تمام مفاهیم علوم اجتماعی یا اکثر مفاهیم علوم اجتماعی دقت داشته باشید که مفاهیمی که ما بهتون بهشون بگیم مفهوم جدید نیستند، مفاهیمی هستند که در حقیقت یا بسیار قدیمی هستند یا اگر هم قدیمی نباشن به صورت دیگه‌ای در زمان دیگه‌ای مطرح شدن و بهش فکر شده و حالا با یک فرمول دیگه‌ای مطرح میشه. این اولین نکته هستش. نکته دوم در این هستش که خیلی از مفاهیم در به اصطلاح علوم اجتماعی و علوم دیگه در علوم انسانی به طور کلی در یک حوزه معنایی رو نداره که در حوزه های دیگه. بنابراین باید دقت کنید که ما اینجا صرفا به حوزه علوم اجتماعی میپردازیم. منظور بنابراین این نیست که واژه رفلکسیویتی که حالا ترجمه بازتابندگی براش خیلی رایج شده در ایران، نمیخوام بگم کامل ولی خب رواج زیادی داره، این مسائلی که اینجا مطرح میشه تنها مسائلی است که مطرحه یا تنها نگاهی است یا تنها تعریفی است که از این واژه میشه داد. به این نکات توجه کن. من وارد حوزه‌های دیگه نمیشم چون همچه فرصتی ما در اینجا نداریم و اصولا من خودم همچنین مشروعیت رو ندارم که بیام بگم مثلا در حوزه مثلا تاریخ چی، در حوزه فلسفه چی، در حوزه های دیگه این رو چطوری میشه دید. من میتونم در حوزه در واقع جامعه شناسی این مسئله رو مطرح کنم. مسئله که مطرح میشه با عنوان رفلکسیویتی مسئله هستش که ما میتونیم تقریبا تا حدود بین دو جنگ جهانی و به خصوص بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم رو عقب ببریم. در حوزه جامعه شناسی نه با این عنوان بلکه با عناوین دیگه معمولا از جانب اون رو نسبت میدن به رابرت مرتون و در حوزه علم که لاقل علمی که مربوط میشه به جامعه شناسی اون رو نسبت میدن به پوپر، کارل پوپر و نظریه ابطال‌پذیری علمی و بعدش دیگه جایی که دیگه این واقعا مطرح میشه از طریق گیدنس هست در کتاب جامعه شناسیش، ولی جایی که خیلی پررنگ میشه و دیگه تبدیل میشه واقعا به یک نظریه‌ای که به شدت مورد توجه قرار میگیره با بوردیو هستش، با پیر بوردیو هستش که پیر بوردیو در کتاب های مختلفش این مسئله رو مطرح میکنه که رفلکسیویتی چی هستش و البته در خود بحث رفلکسیویتی در که حتی واژه
جامعه شناسی رفلکسیو یا جامعه شناسی بازتابنده رو هم مطرح میشه از جانب بوردیو. مفاهیم دیگه هم هست که نزدیک هست به اصطلاح رفلکسیویتی یا بازتابندگی در نزد خود بوردیو، مثل عادتواره و یا فرض کنین مفهوم ساختار استراکچر، به صورتی که اصولا بوردیو این رو میبینه. و در کل کتاب های بوردیو در حقیقت ما به نوعی این نگاه رفلکسیو رو نسبت به اصطلاح کار علمی میبینیم و این تلاشی رو که میکنه. در سال 2002 بوردیو کتاب منتشر میکنه به نام علم و بازتابندگی، به فرانسه اسمش هستش سیانس دو لا سیانس رفلکسیویته، و دو سال بعد هم کتاب در انگلیسی ترجمه میشه به اسم Science of Science and Reflexivity، که در اونجا دیگه خیلی خیلی دقیق روی مسئله رفلکسیویتی تعامل میکنه. بعد از بوردیو هم این قضیه ادامه پیدا میکنه و دیگه تقریبا جا میفته. اما خود رفلکسیویتی یا بازتابندگی میخوام بگیم که چی هستش. واژه رفلکسیو به نظر من برای ترجمه به واژه بازتابندگی برای ترجمه رفلکسیو به نظر من به خودی خود واژه خوبی هستش، چون یک نوع بازتاب رو معنا میده، مثل تصویری که شما در آینه میبینید. حالا تزی که اینجا از لحاظ علوم اجتماعی مطرحه این هستش که وقتی یک عالم اجتماعی به موضوعی میپردازه، در نگاهی که به موضوع میکنه، در روش هایی که به کار میبره برای شناخت موضوع، در نوعی که پیش میره در کار، به نوعی شخصیت خودش، افکار خودش، توشه و تجربه زیسته شده خودش رو ناخودآگاه و حتی خودآگاه به کار میگیره. و بنابراین بعضی وقتا این واژه زیباسازی میشه و صحبت میشه مثلا از تجربه پژوهشی یک پژوهشگر، ولی خب این تجربه پژوهشی پژوهشگر صرفا تجربه علمیش نیست، تجربه زندگیش هم هست. و این مسئله زمانی به خصوص مطرح میشد و شده در تاریخ علوم اجتماعی که از یک موضوع به نتایج متفاوتی رسیده شده. و علتش خب چی بوده؟ علتش این بوده که کسانی که داشتن روی موضوع کار میکردن بکگراند کاملا متفاوتی داشتن، فرض بکنید، و این کاملا قابل فهمه. مثلا مثال براتون میذارم در حوزه کاری که خود شما الان باهاش درگیر هست. خب وقتی یک کسی که فرض بکنید در یک خانواده با سرمایه اقتصادی بالا و خیلی فرهنگی، یعنی سرمایه اقتصادی، هم اقتصادی بالا، هم سرمایه فرهنگی بالا، هم سرمایه اجتماعی بالا بزرگ شده، فرض کنیم یک کسی که پدر و مادرش استاد دانشگاه هستن، توی تهران به دنیا اومده، وضعیت اقتصادی خیلی خوبی داشته، از کودکی میرفته نمایش میدیده، میرفته موزه، میرفته به حوزه‌های مختلف که فرهنگی بوده، توی خونهشون ابزارهای فرهنگی وجود داشته،
میتونسته با پدر و مادرش در مورد مسائل فرهنگی صحبت کنه، راجع به نمایشی که رفتن صحبت کنه و غیره. چنین فردی مسلما هم سرمایه فرهنگی بالاتری داره، هم سرمایه اقتصادی و هم سرمایه اجتماعی بالاتری داره. وقتی میخواد روی یک موضوع مثل ادبیات نمایشی کار کنه، تا یک کسی که فرض کنین اولین تماسهاش با ادبیات نمایشی و نمایشنامه مثلا زمانی شروع میشه که وارد دانشگاه میشه و مثلا در خانواده بزرگ نشده که فرهنگی باشه، خانوادهش ممکنه مشاغلی داشته باشن، حالا یا از لحاظ اقتصادی هم فقیر باشن یا حتی از لحاظ اقتصادی ثروتمند باشن ولی فرهنگی نباشن، اصلا توی اون خونه هیچ کتابی وجود نداشته باشه. و چنین آدمی بعد ورودش به سیستم به صلاح فکری اصلا با یک ماجرای دیگه شروع شده باشه. خب من خودم رو میتونم مثال بزنم و این رو دقت کنید که در روش رفلکسیویتی همیشه افراد باید این آمادگی رو داشته باشن که خودشون رو بیارن جزو موضوع پژوهش و در مورد خودشون به راحتی بتونن صحبت کنن، وگرنه هرگز نمیتونن با یک روش رفلکسیو مسئله رو حل کنم. خب من خودم رو بخوام مثال بزنم، من در یک خانواده تقریبا مرفه زندگی میکردم، یعنی با یک سطح رفاه بالاتر از سطح رفاه عمومی و نه خیلی ثروتمند بلکه نسبتا مرفه، و ولی از لحاظ فرهنگی اصلا سرمایه فرهنگی بالای این خانواده نداشته، پدر مادرم و آشنایی من با مثلا حوزه‌های مختلف علمی و به خصوص حوزه‌های فکری به دلایل دیگه اتفاق میفته. مثلا آشنایی از همون دوره نوجوانی داشتم و مثلا علاقمندم کرد به خصوص به سینما بیش از هر چیز دیگه. سینما تاثیر فوق العاده زیادی توی زندگی من داشت و منو به طرف حوزه های دیگه برد، مثلا ادبیات و حوزه های دیگه، و بعدم خودم اینها رو در حقیقت دنبال میکردم و کاملا در قبل از اینکه از ایران خارج بشم در 18 سالگی کاملا در حوزه هنر بودم، در حوزه سینما بودم به خصوص، و همه چیزهایی که می دیدم می خوندم و غیره به این ربط داشت. بعدها که از ایران خارج شدم و رفتم به انگلستان و بعد رفتم فرانسه، حالا به دلایل مختلفی کشیده شدم به وسیله به طرف علوم اجتماعی و بعدن هم همیشه در کارم تلفیقی بین این دو ایجاد کردم. مثلا اینجا میتونید شما بفهمید که چرا مثلا نوشته های من شکلی رو داره که الان داره، به دلیل اینکه ریشه اصلی من ریشه ادبیات بوده، هنر بوده، سینما بوده و غیره، و بعد اومدم توی علوم اجتماعی نه عکسش. و خب خود این نشون میده که خب چرا من به یک موضوع علاقمند میشم در حالی که یه جامعه شناس دیگه علاقمند نمیشه. بنابراین تحلیل خود یکی از ابزارهای خیلی مهمه که در مسئله رفلکسیویتی وجود داره. خب حالا من اگه زندگی خودم رو بگیرم و بیام اینو مقایسه کنم با زندگی فرض بکنید یک کسی همسن خودم، هر تفاوتی که داشته باشیم، یک جامعه شناس دیگه منظورم مثل خودم، هر تفاوتی که ما در سرمایه اقتصادیمون در موقع تربیت داشتیم این تأثیر میذاره. فرض کنین و من با رامین جهانبگلو دوست هستم، سال هاست ندیدمش ولی دوست بودیم به هر حال، و خب رامین جهانبگلو در این خانواده بزرگ شده که هم از لحاظ فرهنگی خیلی سطحش بالا بوده، بکنم شایگان دایش بوده، توی خانوادهشون دائما نویسنده ها می آمدن می رفتن و پر از کتاب بود، مادرش مترجمه چه می دونم، و در این حال هم سرمایه فرهنگی بالایی داشته و هم سرمایه اقتصادی بالایی داشته و از سن کودکی هم وارد سیستم به اصطلاح فکری شده. خب
حالا اینجا اگر یک کسی بیاد و کار رامین جهانبگی رو با کار من مقایسه کنه در کارهای علمی که ارائه دادیم یا در کارهایی که در رابطه با فرهنگ ارائه دادیم، اینجا کاملا شما مفهوم رفلکسیویتی رو متوجه میشین. ما نمیتونیم به یک شکل چیز بنویسیم، ما نمیتونیم به یک شکل تحلیل بکنیم، ولی اینکه موازمون خیلی نزدیکتر باشه، خیلی نزدیک باشه از لحاظ فکری. و امروز که تو موازی من با رام جهانبگی خیلی از لحاظ فکری دور نیست، ولی روی کردامون خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. و خب من فکر می‌کنم این برمیگرده به همون رفلکسیویتی. سوالی که شد در مورد پوزیتیویسم و من میخوام بهش همینجا بپردازم که مسئله مهمیه. میتونید این سوال برمیگرده به پیشینه‌ای که بحث پوزیتیویسم، بحث رفلکسیویتی داشته. چون اگر برگردیم به ابتدای علوم اجتماعی، شما با شخصیتی روبرو میشین مثل دورکیم که به نوعی اون رو پدر جامعه شناسی میتونن در دنیا، یا به هر حال یکی از مهمترین شخصیت های جامعه شناسی جهان تلقی میشه و حتی انسان شناسی، به دلیل اینکه هم در انسان شناسی در واقع یک موقعیت بنیانگذار داشته با کتابش که کتاب معروفش که صور بنیادین حیات دینی هست که به فارسی هم ترجمه شده، آقای باقر پرام ترجمه کرده، و این کتاب بنیانگذاره در به اصطلاح انسان شناسی. و در جامعه شناسی هم که خب خیلی از کتاباش ترجمه شده، از جمله کتاب خودکشیش و کتاب‌های دیگه‌اش ترجمه شده و به فارسی و در دنیا هم بیشتر به عنوان جامعه شناس می‌شناسن دورکیم. ولی خود همین دورکیم یک جامعه شناس نه 100%، ولی یک جامعه شناس بیشتر پوزیتیویست است و مفهومی که مطرح میکنه و خیلی جزو مفاهیم معروف دورکیم هست، مفهوم شیئی سازی موضوع مورد پژوهش. شیئی سازی موضوع مورد پژوهش که ریفیکیشن در شیئی سازی رو میذارم به جای ریفیکیشن. ری از رس در لاتین میاد یعنی چیز، مثل رپوبلیک هم یعنی چیز عمومی که ما ترجمهش کردیم به جمهوری، ولی ریفیکیشن یعنی شیئی کردن. منظور دورکیم از شیئی کردن چی بود؟ این بود که پژوهشگر باید وقتی که به سراغ موضوع پژوهش میره اون رو مثل یک شیء در نظر میگیره و رابطه خودش رو با اون انقدر خونسا کنه که این رابطه در حقیقت مثل این باشه که با یک شیء سر و کار داره. هر چقدر هم که اون شیء عاطفی باشه، موضوع حساسی باشه از لحاظ عاطفی، نشه نسبت به صورت عاطفی نسبت به اون بی تفاوت بود. و این رو بهتر از هر کجا خود دورکیم در کتاب خودکشیش توضیح میده که خودکشی خب میدونید یک امر خیلی عاطفی هست، خیلی تاثیرگذار هست، یک نوع مرگی هستش که تاثیر زیادی میگذاره روی زندگی دیگران. و به همین جهت در خودکشی حتی دورکیم تعمدن این موضوع رو انتخاب میکنه که بگه حتی در خودکشی ما باید بریم به طرف روش هایی که ما رو نسبت به موضوع خونسا کنیم. خب اتفاقا این روش ها چیه؟ روش های پوزیتیویستی. یعنی وقتی که شما خودکشی رو از یک موضوع شخصی خارج کردید، از یک موضوع به نوعی کنتکست انسانی رو ازش گرفتید، تمام مباحثی که در یک خودکشی مطرح میشه رو ازش بگیرید، خودکشی تبدیل میشه به یک عدد، تبدیل میشه به یک رقم. به این ترتیب شما میتونید بگید مثلا در کشور الف در هر 100,000 نفر در سال مثلا 5 نفر خودکشی میکنن، در کشور ب
از هر 100,000 نفر 10 نفر خودکشی میکنن، بعد در دوره های مختلف این رو بررسی کنید و غیر، و از این یک بحث پوزیتیویستی خارج. ولی شاگردان خود دورکیم، از جمله بوردیو که شاگرد مستقیم دورکیم نبود ولی بسیار بسیار نزدیک از نظر فکری به دورکیم، این جنبه از کار دورکیم رو کاملا به زیر سوال بردن. و باید به این مسئله دقت داشته باشین که پوزیتیویسم ارزش خودش رو به عنوان یک ابزار تحقیق، نه یک ابزار نظرسنجی، به عنوان یک ابزار نظرسنجی هنوز هم باقی مونده و خیلی هم بهش تکیه میکنن، ولی به عنوان یک ابزار پژوهشی و تحلیلی ارزش خودش رو از دست داده. سوسیولوژی یا جامعه شناسی که در هم دوره دورکیم بود، البته با هم ارتباط نداشتن ولی هم دوره دورکیم بود و تا سالهای سال بعد از مرگ هر دوشون که تقریبا در فاصله به دو جنگ جهانی اتفاق میفته، در سالهای 1917-20 اتفاق میفته، تا سالها بعد دورکیم هست که سلطه خیلی زیادی داره روی جامعه شناسی، در حالی که وبر، منظور من از اون شخص دیگه وبر هست، ماکس وبر هست که اصطلاح جامعه شناسی تفهیمی یا فرشتهن سوسیالوژی، اون واژه فرشتهن رو به آلمانی معمولا میگن به خاطر درک بسیار دقیقی که وبر از این کلمه داشت. وبر و جامعه شناسی تفهیمیش تقریبا میتونیم بگیم از دهه 1960-1970، یعنی ده ها سال بعد از مرگ خودش هست که مطرح میشه، و همینطور جامعه شناسی تاریخی که بسیار مدیون وبر هستش. و خب اگر امروز نگاه کنید میبینید که جامعه شناسی وبری خیلی بیشتر به اصطلاح تأثیر داره روی سیستم عمومی شناخت جامعه تا جامعه شناسی دورکیم. جامعه شناسی وبری به هیچ عنوان پوزیتیویستی نیست، کاملا تفسیری و تاریخیه، در حالی که جامعه شناسی دورکیمی شما ترکیبی از این دوره دارید. نمیشه گفت که جامعه شناسی دورکیمی هم کاملا پوزیتیویستی هستش. فرض کنید همطور گفتم بهتون، دورکیم در کتابی مثل صور بنیادی حیات دینی اصلا دیده پوزیتیویستی نداره، و بنابراین با این میراث هست که ما میرسیم به دورکیم و بعد از دورکیم. و امروز مسئله رفلکسیویتی، حالا یا به صورت دقیق یا به صورت تلویحی، تقریبا مورد پذیرش همه هست، منتها اینکه آیا پژوهشگر این رو رعایت کنه یا نه بحث دیگه است. پژوهشگر به دو صورت میتونه این رو بکنه. من از یک تیپ صحبت میکنم که این تیف از یک طرف یک تیفی هست که دو سرش اینه. یک سرش اینه که پژوهشگر مسئله رفلکسیویتی، یعنی تحلیل خودش رو نسبت به موضوع پژوهش نه تنها بیان کنه، بلکه اصلا تحلیلش رو توی خود کار بیاره، یعنی اصلا شروع کنه با اینکه اگه داره راجع به یک موضوعی صحبت میکنه چطور با این موضوع آشنا شده، زندگیش چی بوده و غیره و غیره و غیره، تمام این مسائل رو مطرح کنه، به نوعی خودش رو هم بیاره توی سوژه مورد بررسیش، که این فرم به اصطلاح حاد به اصطلاح یک مطالعه یا یک جامعه شناسی رفلکسیو هست. کمتر این اجرا شده چون نصر رو هم تغییر میده، نوع رابطه پژوهشی رو هم تغییر میده، و توی اون رابطه پژوهشی دیگه باید فرد، مثلا اغلب میبینید که از شیوه یک نصر روایی استفاده میشه، یک نصر شبیه به نصر ادبی استفاده میشه. مثلا
کاری که فرض بکنید که معروفترین شخصیتی که توی انسانشناسی ما در این مسئله داریم میشل لیریس هست. میشل لیریس که انسانشناس فرانسوی که متخصص آفریقا بود، ولی تمام کتابایی که در مورد آفریقا نوشته به نوع اتوبیوگرافی های خودش هستش، یعنی تجربیات خودش رو نوشته و از این لحاظ کاملا شاخص بود. بعضی از کارهای لوی استراس هم دقیقا به همین شکل رفلکسیف هستن، مثل معروفترینش گرمسیریان اندوهبار هست که این کتاب به حدی در حقیقت ادبی هست که قرار بود جایزه گونکور رو بهش بدن، میخواستن جایزه گونکور که مهمترین جایزه ادبی فرانسه است بهش بدن و خود لوی استراس نپذیرفت و دلش هم این بود، میگه این رو که نمیخواست این کتاب به عنوان کتاب ادبی بره در تاریخ فرانسه، بلکه میخواست که این به عنوان یک کلاسیک انسانشناسی بره. ولی خب واقعیت قضیه اینه که شما وقتی کتاب گرمسیریان اندوهبار رو میخونید کاملا میبینید که یک کتاب روایی هست، موضوعش علمیه، ولی شخصیت نویسنده کاملا درش دیده میشه. گرایش عمومی در سطح پژوهشی در جهان الان در حال حرکت به این جهت هستش. مطمئن که گفتم یک طیفه، اون طرف طیف که رفلکسیویتی را قبول داره ولی اون رو به صورت سیستماتیک وارد کار علمی نمی کنه، به این شکل هست که پژوهشگر موقعی که میخواد کار کنه خودش رو هم آنالیز میکنه و این آنالیز رو در کارش هم به کار میبره، ولی لزوماً از این آنالیز رو تا حدی وارد کارش نمیکنه که کار کاملا به هم بریزه و تبدیل شه به یک مثلا یک روایت ادبی، ولی این دقت رو داره در استفاده از منابعی که میکنه. در مثلا فرض کنید اگه یک پژوهشگری میخواد روی فقر کار کنه ولی خودش از یک خانواده خیلی پولدار آمده باشه بیرون، حتما به منابع که پژوهشگرانی که یک زندگی فقیر داشتند در مورد موضوعی که کار شده خیلی توجه میکنه که ببینه آیا انحرافی دیده میبینه یا نه، اونها چطور موضوع رو دیدن. این هم یک نوع جامعه شناسی رفلکسیو حد اقلی هستش، لاغر از لحاظ شکل این دو با همدیگه متفاوت هستن و خود موضوع هم در این مسئله مطرحه که من با این بحث صحبتم رو تموم کنم. هر اندازه موضوعی که شما دارید روش کار میکنید موضوعی هست که به نیازمند این هست که شما به نوعی رابطه خودتون رو باهاش توجیه کنید، بگید چرا به طرف این موضوع رفتید، یعنی خواننده این انتظار رو داره، طبیعتا مجبورید بیاید به طرف این طیفی که رفلکسیویتی رو بیشتر در کار وارد میکنه. ولی هر اندازه موضوع خونساتر باشه و نیاز به این نباشه که پژوهشگر بگه چرا به طرفش رفته، احتیاج به رفلکسیویتی کمتری. حالا آیا ما میتونیم کارهایی داشته باشیم که اصلا رفلکسیویتی رو در نظر نگیرن؟ پاسخ تقریبا منفیست، یعنی اگر ما کارمون رو به پوزیتیویسم محدود نکنیم آگاهانه یا ناخودآگاهانه به هر حال این یک کار رفلکسیو باقی مونه. اگر هم به پوزیتیویسم محدود کنیم به نوع امروز دیگه از حوزه علوم اجتماعی و نگاه علوم اجتماعی به سایر علوم خارج میشیم و وارد یک حوزه میشیم که بیشتر در ارتباطات وجود داره و یک حوزه نظرسنجی هست، یعنی به دست آوردن ترندها یا گرایش‌های مختلفی که در یک حوزه وجود داره، میزان رضایت مردم یا عدم رضایت مردم، میزان که مردم به یک حزب سیاسی علاقه دارن یا ندارن، موضوعاتی که مورد نظرشون هست و مباحثی از این دست. بسیار ممنون از همه دوستان.